بله، مسابقه وشو و جناب آقای خراسانی. خواهش میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که حسین اجاقی رو مشاهده میکنید از قهرمانان ارزنده کشورمون که در کنار زمین کار رو دنبال میکنه. مبارزی که با خیلی به هم کنید نظر داوران البته بیشتر به نظر میرسید که محمد سیفی کار رو انجام داد، اما باید ببینیم نظر داورم چگونه است. این نکته خدمتتون عرض بکنم که در بخش ساندا پس از پیروزی بر حریفان خودش از اندونزی، نپال و هند بالا اومده و در مقابل حریف از کره جنوبی قرار گرفته. محمد سیفی که از ساندکارهای بسیار خوب کشورمون هست و حالا باید ببینیم در مقابل این حریف در فینال مسابقات چه میکنه. کشورهای شرق آسیا در رشته ساندا توقع رو بسیار خوبی دارن، اما در این بخش هم از سالهای گذشته ساندکاران کشورمون بسیار موفق بودن. تذکر میده به محمد سیفی که توجه خودش رو جلب بکنه به صحبت داور، میگیره حریف خودش رو و اجرای تکنیک بکنه که اون رو پرتاب بکنه بیرون، موفق نمیشه. ساندکار کره جنوبی با کلاه دستکش و لباس مشکی در مقابل محمد سیفی از جمهوری اسلامی ایران با کلاه دستکش و لباس قرمز کاملا مشخصه. حسین اوجاوی در کنار مربی چینی، حسین اوجاوی که از قهرمانان بسیار مطرح کشورمون بود در میز هیئت ژوری و کمیته فنی، هم چهره محمد پور غلامی که مسئولیت کمیته فنی آسیا را در این دوره به دست آورده حضور داره و با دقت مسابقه رو زیر نظر داره. ضربه خوبی رو میزنه، ضربه عالی، اگرچه پای او رو میگیره محمد سیفی و تعادل او را به هم میزنه، اما ضربه خوبی رو زد به محمد سیفی. تا به اینجای کار هم محمد سیفی حریفان خوبی رو شکست داده در این بخش. عرض کردم در شرق آسیا روی بسیار خوبی وجود داره در این چرخشی که اگر اصابت میکرد ممکن بود برای محمد سیفی مشکل آفرین بشه. خب به صلاحات اول رو باید انجام بدن. نگاه کنید این لحظه رو که تعادل حریف کره خودش رو به هم میزنه. اینجا هم به عکس این کار صورت میگیره. احسانه بسیار خوب جوابش هم محمد سیفی با ضربه مستقیم مشتش میده. اینجا هم این محمد سیفی است که حریف خودش رو از محوطه کاملا به بیرون میبره. خب میکشه و هر دو بیرون میرن. امتیاز ثبت میشه. سیفی یک امتیاز رو تا این لحظه برایش ثبت کردن و حالا باید ببینیم در ادامه مسابقه چه میکنه. یک امتیاز، امتیازی است که فاصله زیادی نداره، خطرناکه، اما حریف بسیار قوی و با تکنیکی در مقابل اوست. ببینیم در ادامه مسابقه چه میکنه. کار رو آغاز میکنه با دستور داور. خب میگیره حریف خودشو، اما بیش از حد معمول پیل میکشه که اجازه کار رو بیش از این به اون نمیدن. سرباد که اثر نداره در کاملا تعادل حریف خودشو به هم میزنه. کلاش هم لحظه بیرون میاد، برمیگرده به سمت حسین اجاقی از قهرمانان ارزنده وشو که سالیان سال برای وشو مدال های طلای بسیاری رو به ارمغان آورد. حالا در کنار این تیم مشغول هست به همراه مربی چینی که از خوب جا خالی میده، اجازه نمیده که ضربات تند و تیز حریفش به او اصابت بکنه. پای جلو رو سبک کرده، ضربه ای رو میزنه، باز هم جا به جایی حریف خودش رو گرفته، اجازه
کار رو به اون نمیده. حریف قدرتمندیست. حالا ببینیم چه میکنه. این کار انجام میده، به خوبی هم این کار انجام میده، طوری که کره‌ای هم واقعا ناراحت شد از اینکه مجدداً او رو به زمین زد. در تکنیک‌های ساندا به جز ضرباتی که زده میشه، در درگیری‌ها رو چنانچه بتونه حریف خودش رو نقش زمین بکنه امتیاز داره. اگر هم دوبار کاملا او رو از محوطه مبارزه بیرون بیاندازه، کار رو تمام میکنه. خب دیگه فکر میکنم که مبارزه کره‌ای از اون تب و تاب اولیش کاسته شده و خیلی تحرک به نسبت زمان اول نداره. محسن سیفی تا به اینجای کار یک امتیاز رو از آن خودش کرده. اینجا هم وضعیت به نفع اوز کاملا. باز هم سعی میکنه او رو بیرون بکنه که موفق هم میشه. مجددن کار رو دنبال میکنن. بسیار خوب کار کرده تا این لحظه. یکیش روی تابلو به نام او ثبت شده. محسن اوجابی یک چشمش واقعا به کار اوز و یک چشمش هم به زمان، که ببینه زمان چگونه است و چه وضعیتی هست. خب دیگه هر کار کرد واقعا به در بسته زد مبارزه کره‌ای. زمان رو اعلام میکنه حسین اوجاقی به او. باز هم او رو به بیرون میاندازه و بله به نظر میرسه کار تمام شده برای سیفی و در این وضع هم ما یک مدال طلایی با ارزش دیگر رو کاروان وشوی کشورمون به دست آورد که واقعا جای تبریک داره به خانواده بزرگ وشوی کشور، به سیفی و خانوادهش، به آقای علی نژاد سرپرست فدراسیون و همه محسن سیفی و خانواده محترمشون و جامعه رشته‌های دفاعی رزمی در کشورمون که امروز رو با مدال‌های طلاییشون واقعاً قوتی بخشیدن به کاروان ورزشیمون. بعد از طلاهای تکواندو حالا طلاهای ساندا هم وضعیت رو بهتر میکنه. کسب چهارمین مدال طلای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران توسط محسن سیفی، این قهرمان